خبر تقدیم می کند. پایانی بر پایان. حقوق هم بر شما این است که شما پاک و گفشش نکنید. ما کاره دیگه هم داریم، ما همه انرژی رو اینجا صرف نکنید. قرار است برویم بجنگیم. منافقین در ادامه مبارزات مسلحانه با نظام در تابستان 1360 تشکیلاتی موسوم به ارتش رهایی را به سرپرستی حرمتی پور و صبوری در جنگل‌های شمال کشور مستقر کردند. هدف از انتخاب جنگل برای مبارزه توهم تقویت روحیه پارتیزانی و نیز استفاده از توده مردم برای مبارزه بود. همونطوری که مستحضرید در اوایل انقلاب بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، استکبار تلاش فراوان کرد برای اینکه انقلاب ما رو به زانو در بیاره که الحمدلله نشد. عوامل زیادی رو به کار گیری کرد، از جمله اونها منافقین بودن که عوامل داخلی اونها موثرترین عوامل داخلی اونها منافقین بودن، اومدن تو سطح کشور پراکنده شدن، خصوصا تو مناطقی که میتونستن اختفا اندازه کافی داشته باشن و خودشون رو جاسازی کنن که دور از دسترس نیروهای امنیتی و بچهای سپاه و بسیج و بقیه عزیزان، اومدن تو جنگل‌های شمال مخصوصا جا گرفتن، برای ضربه زدن به پیکره نظام، به پیکره انقلاب و افراد شاخص زیادی رو توی منطقه ترور کردن. مضمونش به این صورت بده که پیش در این موقعیت آمون آماده است، شهر شمال آماده است، بعد موقعه ما امکانات اینو نداریم که مثلا توی خود شهر برنامه چیز خود نیرومونو بیاریم و اینا، چون سازمان کوچیکی بود و امکانات مردی داشت، گفتیم ما نمیتونیم مثلا بریم تو شهر و بعد تو شهر این حرکت آقا مجموعیم تو جنگل. کجا انتخاب کرد؟ من جنگل شمال. برای ما از وقایع آن روزها در جنگل سخن میگوید. شب 8 محرم سال 60 بود که بعد از مراسم عزاداری ما یه چند نفرشون هیئت عزاداری وارد داخل مسجد شدیم که جهت مراسم شب فردا رو که می‌خواستیم به مساجد همجوار بریم، چون اینجا رسمه به مساجد همجوار در شب‌های 7 و 8 و 9 میرم به مساجد جهت عزاداری، که یک دفعه ما مواجه شدیم با صدای یک تکتیر، که چون من جبهه بودم و صدای تیرها رو قشنگ میشناسم، صدای تیر جیسه بود که بعدم بستم به رگبار و سه تا از عزیزانم داخل بیرون از مسجد نشسته بودن که ما یه چنبه داخل میجاز بودیم که پدر شهید فرامرزوهاری هم با ما بود، که یکی از عزیزان بسیجی که در اون زمان بسیج بود و بعدم پاسدار شده در حال حاضر سرهنگ بازنشسته سپاه است، به طرف از دیگه به ما یه نارنجک بدین که ما دوست داریم بگیم نارنجک، ما به طرف بگیم که با صدای چیندن نارنجک صدای تیر نقش شد که ما از دمدر مسجد رفتیم به طرف منبر مسجد و از مردم کمک خواستیم، که بعد بیرون آمدیم دیدیم شهید کشاورز یه دو دار تیر به قلبش خورد و یه دار به سرش خورده بود، که در مسیر رهین آباد درود و سر فقط یه دو تا الله اکبر و یا حسین دیگه در بغل ما به شهادت رسید. این عکس ها شرح ماجرای واقعی و تأسف‌بار است. پدر این شهید شرح ماجرا را این گونه بیان می کنند. شب 8 شد، ما رفتیم منزل، رفتیم مسجد نشسته بودیم، بعد از هر طرف دسته می آوردن، فضلداری میکردن، زنجیم زنی میکردن. اواخر شب، ساعت 11 شب از میام سران دست میارن، زنج زنی میکنن و بر میگردن. مردم هم رفتن، ما هم حرکت کردیم، گفتیم بیام منظر سراغ دیم، گفتیم آفستان جم بیا بریم منظر. و
گفت شما برین، من یک ده دقیقه میام که پلنگو رو درست کنیم که فردا شب ما هم برین برای سینزنی. ما آمدیم، خانم ما اینا بچه ها همشون برادرم همه آمد منزل. اینا ششه نور اونجا بودن، مسجد هم برق منطقی نداشتن، برق موتوری داشتن، موتور مسجد بود، اینا تاریک بود، برق نداشتن. ما آمدیم خونه نشسته بودیم، یه هم نشستیم میخواستن بخوابیم، دیدم رگبار صدا کرد. رگبار چی رگباری؟ خانم بود که پسرم شهی شد، پسرم کشاباز بریم. ما بالا شدیم، چیزی ندارم، یه داز برداشتیم بود و رفتیم. رفتیم مسجد، دیدم پسرم از اینجا بردم. یه ماشین از طرف رهنواد داشت می آمد، اینا سوار کردن و بچه هایم بردم برای رودستر. بیمارستان رودستر اینجا بیمارستان نداشتیم. ما آمدیم ماشین رو برداشتیم، با زن رفقا رفتم رودستر، دیدم پسرم بردم تو سردخانه گذاشتم، شهید شده. نفاق داغ فرزند را در جگر سوخته این مادر گذاشت تا خنده هایش هیچگاه از دل نباشد. بازم خدا را شکر کنم که پسری داشتم که همش باورمندانگی خودش زندگی بود، پدرش، برادرش، خواهران، منم خودش با همین جور زندگی بودم. شکر از خدا کنم. برای چی تروه کردم؟ برای چی درست کردم؟ برای همین درست کردم، تروه کردم دیگه. بچه خوب بود، بچه حلال بود، بچه برای مردم همکاری میکرد، برای مردم مریضان دکتر میبرد، دکتر میآورد، مردم راهنمایی میکرد، بخاطر همین مردم راهنمایی میکرد، راه راست راهی میکرد، گفت بیان این کار بکنین، اون کار بکنین، کتاب داشت، برسیم در همیشه بر فعالیت میکرد. امام اسم میکرد، خودش میکشت برای امام. راهنمای مردم بود، اصلا راهنمای این جوانان بود. اینا از روی غرض این کار کردن دیگه، برای اینکه اونای منافق بودم که میخواست اونای خودش بیشتر جمع بکنم در نمیتونستم، این نمیذاشت جمع بشن، یعنی اصلا نمیگذاشت نکشن این جوانان برن اون طرف، همه جمعویر میگرد، همه تو مسجد، تا دوازده شد تو مسجد بود. شهید رضایی ما رو اومدن تو منطقه بیوالان ترور کردن، شهیدان زکی پور، شهید احمدی، شهید مینا باقرپور، شهید امیدوار و شهید شهیده پروین اسماعیلی و دو تا از بچه های خردسالش رو اومدن ترور کردن برای به زانو در آوردن انقلاب ما و شکستن روحیه انقلابی مردم. نمونه زندگی که خود من در رابطه با اون بودم به این صورت بود که من و شوهرم کوروش فرماندهی کل جنگل های استان گیلان در هنگام فرار از کشور در قلب کشور دستگیر میشه. بعد از دستگیری وقتی از کوروش بازرسی میکنن سیانورش رو پیدا کردن، ولی به علت این که سیانور منو پیدا نکردن منو با کوروش روبرو کردن و کوروش از من خواست که سیانورم رو تحویل بدم. ابتدا من انکار کردم که سیانور ندارم، ولی کوروش اصرار کرد. با توجه به این که برای من امکان خوردن سیانور بود نخوردم. بنابراین تو هم نباید بخوری. برای خود مردم هم ثابت شده که تبلیغات دروغون منافقین هیچ پایه اساسی نداره. کسایی که خودشون دم از آزادی ضد امپریالیست بودن میزنن، ولی مردم رو فقط به جرم عقیده ترور میکنن. نمونهش همونطوری که شوهرم برام تعریف میکرد، در جنگل دو بچه چوپان رو فقط به جرم حزب الله بودن نیروهای جنگل با چاقو مسلم مسلمش میکنن. این که میگوییم ما نسبتاً کم ضربه خورده ایم به هیچ وجه به این معنی نیست که گویا ما موقعیت محکمی در مقابل سرکوب پیگرد دشمن داریم، دشمن این نظام. خیر، برعکس، به نظر میاد که هر کدوم دشمن بخواهد کوچکترین تمرکزی در سرکوبی ما به وجود آورد، با کوچکترین حرکت ما را از پای در خط در خواهد آورد. این چیزی که خودشون اعتراف میکنن. با انقلابی با این پشتوانه الهی و مردمی همچین چیزی بعید نیست. اینا نمیتونن که بیان شعار ضد انقلابی بدن، ضد مردمی بدن، ضد ولایت بدن، بعد بیان تو به هدف خودشون برسن. این که میدونن امکان نداره، میان از حربه های استفاده میکنن که مردم روشون پافشاری دارن،
مثل دین، قرآن، اعتقادات، ولایت، رهبری از این طریق میان وارد میشن که بتونن پشتیبانی مردمی هم ایجاد بشه براشون. جنایات بیشرمانی اعضای سازمان در جنگل‌های شمال روی صفاکان تاریخ را سفید کرده است. شرح این جنایات را از زبان بازماندگان حادثه می شنویم. بای ما کشاورزی بود، بعد شوهر کارشوارم کشاورزی بود، با چای داشتیم. وضعیت مالیشون اینقدر ضعیف بود، یعنی ایشون کودک بودن، پدر مادرشون از دست دادن، یعنی با داداششون زندگی میکردن و بعد از اینکه بزرگ شدن با والده ما ازدواج کردن، یه زمینی مختصری داشتن، تو زمین کار میکردن، یه پول حلالی خلاصه در بیاد تا بتونه زندگی بچرخه و فعالیت سیاسی اصلا نداشتن، صاحبه زراید بودن، امام و شهدا و یعنی عاشق شهادت بودن ایشون. بعد یه روز رفتم سر بابا باشه، پسر بزرگ من 3 ساله بود، بعد اون بغل کردم رفتم سر باغ، اومدم خانه دیدم آقام شوهرم نیست، دوباره رفتم تا خبر اومد شوهرم فید شده، با حال دنبال مثلا گفتن مثلا بریم بالا، مثلا منافقان هستن، مثلا چند تا منافقان اونجا بالا جنگل هستن، مثلا سپاهان رفتن بالا، بعد بریم اونجا غذا ببریم یا مثلا با اوشان بریم، بعدا اون دیگه رفتن دیگه نیم بودن، بعد از تو جنگل ناپدید بودن، بعد خبر ما تو شهید شدن، بعدا از سینه کارد از سینه زده بودن، از گولی اینجا یه در بیرم گولی بونو بیرم، بعد چشم سینزی بزبان. اون چیزی که دوستای فدر ما گفتن با کارد و با سرنیزه و این چیزا، این گلوشون بریده بودن، چشاشون با نیزه فرو کرده بودن، همینطور اینجا به شاد رسید. کسایی بودن که مجاهدین خلق بودن و پدر من یک کشاورز ساده بود، اصلا کار به کار این کیزن نداشت، رفته بودن جنگل، بعد اینا رو به شاد رسید. جرمشون فقط این بود که تابع ولایت بودن، تابع امام بودن، همین. بالاخره طرح جالب برادران ما در جنگل باعث شد که اینها امیدهای خودشون رو برباد رفته ببینن و از جایگاهی که 6 ماه و به اعتباری 2 سال درش فعالیت کرده بودن ببرن و برن. وجود سرما، کمبود ارزاق، منزجی شدن از مردم، نداشتن اطلاعات کافی، چون کاملا مسدود شده بود و مردم عجیب نقشی داشتن در این حرکت در اطراف جنگلی که اینها بودن. حتما نیاز داشتن که از اعتقادات، دین و آرمی که تشکیل دادن درست کردن، آیه قرآن هم نوشتن روش، اومدن از این حربه استفاده کردن واقعا برای رسیدن به هدف شوم خودشون. بسیار از فریبکرده های بین خودشون که جوانان همین مردم هستن، داخل خودشون هستن، میان توبه میکنن. علت چیه؟ علت اینه که اون وقتی که داشتن میرفتن با آگاهی نرفتن، با احساسات اینا بازی کردن رفتن، بعدن فهمیدن که اشتباه شده، اومدن توبه کردن، میان دو آغوش ملت باز میگردن، خیلی هم فعالن، خیلی هم خدمت دارن میکنن.